سلام، خوش اومدین به حواشی عجیب رپ فارسی که واقعیت نباید خیلی تو حواشی رپ فارسی باشه، ولی ما نمیدونیم چرا میاد. متوجهی؟ آه توی یک سال گذشته چقدر ما جدایی داشتیم. هی از این و هر ماهی گذشته یه نفر جدید داشت. چیش میگن؟ عصر آکاریوس. متوجهی؟ باعث جدایی ها شده فلان و این حرفا. بگذاریم اون قصه رو کنار. خب جدایی نادر، ببخشید، جدایی هیچکس از آزاده، خانم آزاده متاسفانه اتفاق افتاد. حالا متاسفانه که میگم، میدونین چون زندگی که بالاخره خراب شده دیگه. از اون لحاظ دارم میگم، واقعیت هم امیدوارم هیچی از این اتفاق ازش نیفته که بخواد مثلا موضوعات شخصیش خب یه چیزی بشه که پابلیک باشه و مردم میخوان در موردش نظر بدن و این حرفا. ولی از اونجایی که به گفته خیلیا این خانم آزاده خیلی تاثیر داشته روی رفتار رپی بهش میگن، در واقع فعالیت رپی سروش هیچکس دیگه، یه جورایی شده نقل مجلس رپی. خب مخصوصا وقتی موضوع ملتفت و این حرفا و بحث فمینیستی. خب این خانوما مخصوصا یه نگاه بکنی، خانم هیچکس، بعد خانم بهرام، بعد اون خانم جاستینا، بعد خانم مدیل و اینا خیلی داستان چیزه فمینیستیه. متوجهی؟ یعنی بهش نگاه بکنی و این قضیه نمیدونم چه جوریه که حالا باعث مشکلات میشه، یعنی هم باعث نفرت پراکنی میشه یه مقدار، هم باعث جدایی ها میشه، باعث خراب شدن کریر آرتیست میشه. یعنی واقعیت ایشالا که یه جوری باشه مردم این قضیه گرفتار نشه. از اون تجربه هاست که باید ببینید در یاد بگیرید، مثلا دیگه خود تکرارش نکنیه. شما هم بی خودی کسی رو نهی نکنید، سر خودتون میاد بعد بخ میشید. بهتره ما فقط شاهد باشیم اینجا ببینیم که چطور افتاده، در مورد رپش صحبت بکنیم، مثلا کاری به زندگی کسی نداریم. میریم ویدیو رو اولش شروع کنیم، ببینیم که کیا به این قضیه واکنششون دادن خب و چی گفتن. ببین از فدایی صحبت در اومده. خب فدایی واقعیت من نمیدونم چه، آقا نکن این کارو، زشته. خب بعد امین منیجر، نمیدونم خود هیچی از جی شنونده ها. بعد از اون طرف حاجی یه ریز میخوام یه ویدیو از کتکم سنون پخش بکنم، چون رب داره ویدیو قبلی که پخش کردیم خلاصه در جواب اون داستان. برو بریم ویدیو رو هم دیگه شروع کنیم، فقط قبلش یادتون نره کنید لایک سابسکرایب زنگون رو حتما بزنید، هشتگ کنگ کنید رو کامنت ها پاره کنید، بریم که ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم. بچه اولین استوری که باعث اصلا کلن پخش شدن این خبر میشه از استوری خود آزاده اکبریه که نوشته حتی گفتنش هم دردناکه، ولی من و سروش از همدیگه جدا شدیم بعد از 15 سال آشنایی با سروش و 12 سال ازدواج. سروش همیشه جزوی از بهترین قسمت‌های زندگی من میمونه. ما همچنان با هم دوست هستیم و همیشه دوست خواهیم موند و من براش بهترین‌ها را آرزو می‌کنم و بابت تمام روزهای قشنگی که کنار همدیگه بودیم ممنونم ازش. خیلی چیزا که به من یاد داد و یکی از بهترین و مهربون‌ترین و دلسوزترین آدم‌هایی است که تو زندگیم دیدم و لایق بهترین هاست. در ضمن امیدوارم در کنار جمهوری اسلامی همه بدخواهاش نابود بشن. یه لحظه گفت پشمام میخه. آره. نخونده بودم من اینجوریش واقعیت. گفتم وات؟ دکتر جمهوری اسلامی چی شد؟ آره. خب ببین، اینو گفتش و که بعدش خیلی منطقی صحبت کرده. من مردم مسخره میکنم، میگن چرا مثلا میگی دوست و فلان و این حرفا، دوست مثلا دیگه خیلی. آخه یکی بعد 15 سال میشه، اگه مثلا با دعوا یا مثلا اتفاق بدی جدا نشین، خب دلیل نداره یه حوض کلن یه حوض. آقا مگه تو میدون زندگی یا روشی بزن؟ همون دقیقاً. میدونی اصلا نباید صبح این حرفا رو بزنید. آقا من به تو هشدار میدم، مسخره نکنید، دهنتون سرویس میشه ها. خب آقا بعدش هیچی هست ریستوری میکنه و مینویسه که من آزاده از هم دیگه جدا شدیم، ازش چیزای زیاد یاد گرفتم، لحظات خیلی خوبی رو باهاش گذروندم، همیشه به عنوان یه دوست خوب میدونمش که دغدغه‌های دیگران حتی از خودش هم براش مهمتره. از آشنایی باهاش خوشحالم و باعث افتخاره، به عنوان یه دوست براش آرزوی بهترین ها رو دارم. خیلی تاکید روی کلمه دوست. بعد آقا می‌خواستم اینو بگم، حالت حالا کار درستی هم دارم میکنن خب آه. ولی منظور که حالت پی آر شده. خب دیدی مثلا یه کمپانیایی، مثلا کمپانی یه اتفاقی میفته، یه حواشی واسش ایجاد میشه، بعد خود اون رئیس کمپانی نمیتونه بیاد اونجا شروع کنه صحبت کردن پشت میکروفون. خب گروه پیار میگه اینا رو بگو، اینا رو بنویس، اینا رو بهت میگم. خب اینا رو فقط بگو، متوجهی؟ حالت اونطوری داره، ولی خب درسته، مثلا اصلا نبادم فقط اینجا یه جوری خبری بدن که آقا حالا شاید لازم باشه مردم بدونن. چون میدونی چرا لازمه؟ چون وقتی تا قبلش بودی خب دیگه فعالیت های بعدش هم نمیتونی بذاری سر گردن اون نفر دیگه. مثلا اینجوریه که آقا دیگه
کار کسی رو به حساب کسی ننویسید. ما اصلا دیگه با هم دیگه به اون صورت ربطی نداریم. متوجه ای؟ اینه بنظرم. من بنظرم در همین حد باید بدونیم. بیشتر از این نیاز نیست. ولی داستان کجا مثلا یه ذره بالا میگیره؟ اینه که یهو فدایی میاد و این استوری رو میذاره. این اصلا خندیدی میخواه خندش کنترل بکنه نمیتونه در رفت. خب میمست. خب داره میگه مثلا چیزش در رفت. خب که داره میگه مثلا دیدین بهتون گفتم یا یه همچین چیزی که خندم گرفت مثلا یه همچین حالتی دیگه. آقا دیدی اینا فهمید قضیه. یعنی به نظر من برداشت و قضاوت منه، خب شاید غلط باشه، ولی قضاوت من اینه که آقا داره میگه دید داره واسش بد میشه و مثلا همه فهمیدن نقشاشون لو رفت مثلا جدا میشه. آخه نمیدونم تا این لحظه این دو نفر با هم یه سایت بودن. خب ما نمیدونیم تو پوزیشن ولی ظاهر منظور خب کی هیچ کس خانومش بر مثلا متضاد ملتفت مثلا تیمشون بودن. خب میگه یهو الان مثلا جدا شدن، حالا نمیفهمم. نه دیگه خب اونم داشت میگفت چه واکنشی میتونه از اون داشته باشن. یعنی متوجه میشی چرا اینو گذاشته؟ چون خانومش پدر مادرش به مجاهدین خلق رب داشتی و اینم اومد داشت میگفت اینو داشت میگفت دیگه. همه هم داشتن میگفتن آقا مثلا چون همه خیلی مثلا هیچکس دوست دارن، اونم میگن که آره هیچکس خودش خوبه، این خانومش مثلا گوله زدن بودنش تو مجاهدین خلق، چه کاریه کردیم فلان. حالا من دارم حرفا رو میگم دیگه، واقعیت خودم خیلی اهمیت نمیدم که چه واقعیت چیه. عجیبه عجیبه حالا میشه گفتش همزمان با این اتفاق انجام شد. بعد از این استوری که مثلا جدا شدن، خانم هیچکس اومده باهاش عوض کرده که آقا من شدم یه خبرنگار ایران اینترنشنال، واسه فریلنس جورنالیست. خانم چه فریلنس ایران اینترنشنال تی وی. یعنی حالا اینجوری که اینطوری نوشته واسه بحث لیگالش و قانونیش فکر کنم اینو نوشته اینطوری فریلنس، چون که یعنی که آقا ما اونجا کانترکت نداریم یه جورایی. خب یا اگه کانترکت هم داریم حالت اینه که مثلا فارسیش چی میشه، خلاصه فریلنس دیگه. فریلنس یعنی که آقا پروژه ای بیشتر، یه جوریه که آقا تو جدا از اون کمپانی تو رو هایر میکنن واسه مدتی کار بکنی و این حرفا. آره جالب یه همزمان اتفاق افتاد، نمیدونم ربطی داره یا نداره. کاماز هیومن رایتس این ایران با سازمان هیومن حقوق بشری هم اینکه کار میکنه. بعد یه نفر روی اکس توییتر نگید اکس میاد و یه استوری فدایی رو میذاره، میگه که آقا سروش یه دیس به این بده جان خودت، کریرشو تموم کن بره. بابا این داستان کریر تموم گفتم، این دیگه تموم شد. کریر تموم کردنی وجود نداره توی رپ. یعنی الان نه توی خارج نه توی داخل، خب هیچ هم چیزی من ندیدم واقعا اتفاق تو سال هاست. هیچ اصلا نمیشه لطفاً تایملاین رو با یه سری فرقه بیشرف کثیف نکن عزیز. خب میگه بابا اصلا مال این صحبت ها نیستن، این همین دیسش بود. متوجه؟ یعنی که اهمیتی نمیدیم. خب متوجه ای؟ حالا میاد کی چی کار میکنه؟ آیه جی جی اگه یادتون باشه توی مصاحبه های مختلفی و جاهای مختلفی، حتی مصاحبه با خودمون یادم داشت میگفتش که هیچ کس هم دروغ نمیگه ولی اون فدایی و فلان و فلان اینجوری هم. خب مهدیار اونطوریه، فدایی فلانه. این از اون طرف مثلا خیلی وقتا همون میگفتش، میگفتش که زنزلیل که نمیگفت، ولی میگفت مثلا برده اونور کنترلت میکنه زن تو فلان و این حرفا. حالا چیکار کرد؟ یه استوری گذاشت، فیلم 12 سال بردگی رو گذاشت. نمیدونم واقعا 12 سال با هم چیزی اشاره دارم. کردی خود خانمش نشه 12 سال. آخه 15 من دیدم 15 سال آشنایی 12 سال ازدواج. آره نمیشه یه سی وی هم گذاشته واسه طرف. آره نمیشه داره نشون میده آقا مثلا فرار به تموم شدی، چون تو فیلم 12 سال بردگی همینجوری که یارو رو این یارو بدبخ. آخه من فیلمشو کامل ندیدم ولی کلیپای رو یوتیوب رو دیدم که طرف آدم تو کانادا فکر کنم داشته کار زندگی میکرده، بیزنس داشته، همچین چیزی، میاد آمریکا اونجا سریع میکنن بردش میکنن بدبخته. خب اگه درست یادم باشه دنزل واشنگتونه یا نه دنزل نیستش، یکی دیگه است، یادم رفت اسمشم. میاد خلاصه چیز میشه، برده میشه و بعد از اون سلام براد پیت کمکش میکنه آزاد میشه. خب براد پیت بزرگ ناشرشم. آره این داره میگه آقا شما هم اینجا بالاخره بعد 12 سال آزاد شدی. این بعد داستان جی جی گفتم که حالا اطلاع داشته باشین. بعد از این همین منیجرم مینویسه ایشالله آزادی بهرام. خب که اینم با خانم قوقا اونجا دارن فمینیست بازی در میارن و خوب نیست که آرزوشو بکنیم که دو نفر دیگه هم جدا بشن، ولی خب حالا اینم آره یه جوری آزادی تفکر واقعیت مگه اینکه بگیم. خب اوکی. ولی واقعیت من اینجوری فهم میکنم که خودش خواسته دیگه. خودش خواسته میتونست مثل اون آقا سیاهه میتونست نره مثلا آمریکا کانادا بمونه. توجهی بگذاریم. خانم آزاده باره یه توییت یا اکسی میذاره، میگه که مرسی واسه همه روزهای قشنگ و این همه سال خاطره، هیچ کس هم جواب نمیده دمت گرم، تو همین که گوگل کردم من یاد دیدی زندگی به بس شد.
خنده‌دار بود خداییش باحال بود. بازم نوشته که به جای انگ زدن به من برین روایات ری ترابی 8 رو بخونین که آگاه شین. هزار بار گفتم من با تمام وجودم از سازمان مجاهدین نفرت دارم. Okay. من ری ترابی 8 رو نمیشناسم. خب شاید برم بعد این ویدیو چک بکنم. شما هم برید چک بکنید. بذارید چک بکنیم همین الان. بچا چک کردیم روی ایکس ری ترابی رو خب و نوشته انسان کودک سرباز سابق مجاهدین خل حقایق تجربیات زندگی ام را بیان میکنم. این بایو در واقع ایکس ری ترابی بود که حالا چون واقعیت زیاد خیلی من مثلا من چرا باید در مورد مجاهدین خل برم تحقیق بکنم؟ من میدونم که خوب نیستش دیگه. خب برم بخونم. آره واقعیت علاقه ای ندارم به این داستان. ولی اونایی که دوستان این تحت توی قضیه رو در بیارین برین دنبال بکنین. منم اگه یه روز خواستم این ویدیوی بسازم سعی میکنم برم نگاه کنم که با اطلاعات برگردیم. اوکی. این از این داستان. خب حالا دیگه کار نداشته باشین دیگه، مثلا نهی به همدیگه ربطش ندیم. به نظر من از این به بعد سعی کنید انتقاداتون رو خیلی بدون احساسات، یعنی واقعی منطقی بیان به هر کدومشون خواستین بگین. و بعضی وقتا واقعیتش من فکر میکنم، این تجربی نگاه کردم، خب انقدر فشار منفی میارین به هر کدوم از این آدمای حالا شناخته شده، یارو شاید نخواد یه حرفی رو بزنه ها، ولی تو انقدر سوک میزنی یارو میاد یه حرف خیلی رادیکالی میزنه که اعصاب تو رو خورد میشن، چون اون جمع شده اون همه حس بد توش. خب یا یه حرفی میزنه که مثلا خودشو خالی بکنه، بعد اونو همونو میکنن یه داستانی که واسه یارو دوباره اضافه تر اخبار منفی پخش بکنن. خب حالا خلاصه نکنید، یعنی اگه میکنید کار بدی میکنید واقعیتش. خب بریم سراغ داستان پوتک. خب اگه یادتون باشه ویدیو ساختیم دیس مشکی به آشنا، خب که حالا اگه یادتون باشه بازم خود آشنا کسی بودش که از در واقع از کانال کوروش، از اسم چیزشون چی بود؟ آن ریپیت از لیبل آن ریپیت کارش پخش شده بود. خب از اون طرف پیاده که تو دیس و دیس بازی بودش با آشنا کسی بودش که چی؟ تو سیکشن 13 بود. واسه همین داستانا به پوتک رپ پیدا میکنه. حالا نمیدونم چرا، من ویدیو کاملا ندیدم که چرا پوتک به این قضیه واکنششون داده، ولی بریم ببینیم که واکنشش چی بوده و صحبت کنیم در موردش. مادم قبرتو بکنم همینه ولی کاری بگم چه دیده شدن تو سربون جونی یه قلم اتفاظ شنگیر چون اینجا مغزا فقیران و هرچی از اون تر باشی ترندت بکنن این آدم های جهل و مریض تو داشتی و این فلوینسری نگه سپری رو همه شرس و خلی و پوچه نداری بار هنری حتی فلوی خودتو 4000 برابر قوی تر اجرا میکنم که بشه کامل جدید و میگه نرس جدید و بستم دیگه اسمت تو پستش این اشتک میشه ولی رفرنیم و برای نستنیه مثل کیوتین قد میشه گردن زیره آخ قوی گفت. خدایش ریاکشن برید نگاه کنین، خدایش قوی داشت میگفت اینجا رو. سلامات ولی مشکی و اگه همون مشکی باشه من شنیده بودم اسمش رو، واقعا همش حالا گوشیدم ولی شنیده بودم تو یوتیوب چند تا ریاکت بود ازش و اینکه فکر کنم من دایرکت هم در موردش داشتم، خیلی هم میگفتن با مشکی نمیدونم چیکار کنم واسه سیشن 13 خیلی خفن بود پرچمت بالا. آره نه خدایش ببین حالا نشینه بود پوتک واقعیت. خب مشی قوی بود، مثلا من ترک آخرشو آخری که ما ازش ریاکشن رفتیم نمیدونم حالا شاید بعد اون دوباره دو آخری که ریاکشن مثلا من اون یه دونه رو زیاد نبودم، خب یه جوری بود ولی مثلا دو ستای دیگر رو خیلی بودم. خدایش قوی بود دیگه. اینجا پوتک هم واقعا فکر نکنید بخواد، ببین شاید یه ریز بخوایم ما تئوری توته بزنیم، شاید مثلا دلیل اینکه اینکلود کرده اینو تو ویدیوش اینه که مثلا حالا آشنا رو خوشش نمیاد. خب اگه خوشش هم نیاد حالا تو داستانه، ولی فکر نمی‌کنم پوتک همچین آدمی اصلا نیست. اون کسی که احتمالاً چون معمولا اینجوری که ریاکت میره یه سری ویدیویی که چیزاشو چک کردن دیگه آماده شده میگم واسهش آماده شده. آره منیجر حالا هر کسی که واسهش کاراشو انجام میده ادمین و این حرفا، شاید اونا گذاشتن اینو همینجوری اومده ریاکشن رفته و بعدم نخواسته پاکش بکنه، نیازی نبوده پاک بکنه، چیز خاصی نگفته. حالا شاید هم یه چیز دیگه بوده، منظورم اینه که زیاد دنبالش مهم نیست. مثلا ببینیم بعدش چی میشه. حالا زوده فعلا میخوایم صحبتی بکنیم. بچه‌ها نظرتون در مورد این مشکینا رو اگه خواستیم تو اینجا بنویسید. از اون طرف برگردیم بحث هیچکس و خانم آزاده اکبری. لطف کنید با تمام احترام نظراتتون تو کامنت ها بنویسید و به نظرم که پیشو نگیرید، تمام پی رپ داستان باشید. ببینیم که چی میشه. حالا مگر اینکه آقا بحث سیاسی وجود داشته باشه اون موقع بخوایم پیشو بگیریم، ولی بازم احترامی خیلی بیشتر اثر میکنه تا بخوایم فحش و این حرفا بدیم یا مسخره بکنیم، چون مسخره میکنی یارو هرسی میشه بچه‌ها بی خودی میره. هیچ کس تو آهنگ آیندهش بهش اشاره میکنه نکنه خودشم بابا هیچ مگه فکر کردی آرتاه
خب بیاد مثلا اشاره با آرتا هم کار کرده، ولی آرتا که نیست. اوکی. نه که آرتا بد باشه، من آرتا رو خیلی دوست دارم، خوشتیپ اعظم رپ فارسی، ولی منظور که این کارم حال اون سن نیست دیگه، مگر اینکه آقا بگذاریم. مرسی که تو تنجا نگاه کردین، لایک سابسکرایب زنگولیاتون نه، اگه نظر خاصی بود کامنت بنویسید، اگه ویدیو خاصی هم بود، واقعا ویدیو خاصا نه ویدیو همینجوری، ویدیو خاصی تو ذهنتون بود تو کامنت ها اونم بنویسید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی، فعلا.